یاد از روانشاد، حکیم اطرافی، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده تئاتر افغانستان. زنده یاد عبدالحکیم اطرافی، 24 جدی سال 1314 خورشیدی در یک خانواده متدین و فرهنگی در قلعه گل محمد خان مهندس شهر باستانی هرات دیده به جهان گشود. پدرش دوست محمد عسکر، افسر و استاد مکتب حربیه بود و از رکاهای رکاخانه کابل و مادرش شابیبی خانم از قزلباشهای هرات بود. آقای اطرافی در لیسه سلطان هرات درس خواند و نخستین کارهای هنری اش را در نمایشنامه های مکتب تجربه نمود. او هنوز صنف هفتم مکتب بود که نمایشنامه های کوتاه می نوشت و در آن خودش نقش بازی می کرد و بعدها به کابل آمد و پس از ختم دوره خدمت سربازی در پوهن ننداره با کاکایش استاد سایر هراتی که او هم نمایشنامه نویس، شاعر و ترانه‌ساز بود به تئاتر کشانده شد و نقش های کمدی بازی کرد و در سال 1339 خورشیدی پس از ازدواج با دختر کاکایش حلیمه سپاهی به ولایت هلمند رفت و در آنجا در لیسه لشکرگاه به حیث معلم استخدام شد و در پهلوی کار رسمی تئاتر هلمند، هلمند ننداره را پایه‌گذاری کرد. نوجوانان را به هنر تمثیل یعنی بازیگری تشویق کرد و کارهای نمایشی خود را ادامه داد و در سال 1354 خورشیدی پس از 15 سال دوباره به شهر هرات برگشت و در هرات ننداره وقت یعنی تئاتر هرات مصروف هنر تمثیل شد. در سال 1357 خورشیدی با آغاز نشرات تلویزیون اطرافی به شهر کابل آمد و به صفت هنرپیشه موفق در نمایشنامه های رادیویی و تلویزیونی نقش بازی می کرد. او بیش از 100 نمایشنامه کمدی برای رادیو و تلویزیون نوشت که مورد توجه زیاد دوستداران این هنر قرار گرفت. آقای اطرافی سالهای زیادی را در رادیو و تلویزیون افغانستان کار کرد و با نقش آفرینی های جالب و دیدنیش به چهره محبوب میان مردم تبدیل شد. حکیم اطرافی از جمله معدود هنرمندان تئاتر افغانستان بود که خود می نوشت، خود کارگردانی می کرد و خود نقش آفرینی می کرد. از اون نمایشنامه های زیاد تلویزیونی و رادیویی به جا مانده است. حکیم اطرافی از هنرپیشه های موفقی بود که با هر نمایشنامه ای که در آن نقش بازی می کرد، چه رادیویی و چه تلویزیونی، با دنیایی از تحسین و رضایت شنوندگان و بینندگان مواجه می شد. این هنرپیشه موفق با سادگی و هنرمندانه از عهده نقش هایی که برایش داده می شد، چه در نمایشنامه های دست نوشته خودش و چه در آثار دیگران موفقانه برمی آمد. اطرافی کمدیانی بود که اشک را با لبخند می آمیخت و در پشت چهره بزلگو و خندانش اشک های سوزان مردی را پنهان می کرد که از نابسامانی ها رنج می برد. آقای اطرافی بیشتر در نمایشنامه های تئاتر که اغلب محتوای طنزی و انتقادی داشت ظاهر می شد. او در چندین فیلم سینمایی نیز نقش بازی کرده است. حکیم اطرافی طنز پرداز اجتماعی بود و قطعه‌های تلویزیونی او بیشتر جنبه اجتماعی داشت. اطرافی بیشتر نقش‌های ساده دل و روستایی را بازی می‌کرد و با ساده‌نگری پیچیدگی‌های زندگی مدرن را به چالش می‌کشید. علاقه زیادی به سیاست نداشت. کاراکترهای مانند شوهر ناشنوا که حرفهای همسرش را نادرست می شنید یا شخصیت بابا تبراقی نمونه های خوب از هنر آفرینی اوست. حکیم اطرافی همواره سعی بر آن داشت تا خنده بر لبهای مردمش بیافریند که آثار بجا مانده او گواهی روشن آن است. محترم عبدالاحمد خاکسار که در چندین نمایش با حکیم اطرافی کار کرده بود وی را شخص خوشبرخورد و متین تعریف می کند که به هنرش عشق می ورزید،
خاکسار که خود نام آشنایی برای مردم افغانستان است می گوید آقای اطرافی چنان در نقش فرو می رفت که هیچ چیز دیگری به یادش نمی ماند. حکیم اطرافی بیشتر با هنرمند معروف افغانستان مرحومه انیسه وهاب ظاهر می شد. گاه در نقش پدر و گاهی هم خدمتگار خانه. نمایش خوازگاری این دو هنرمند را هنرپیشگانی که با اطرافی همکار بودند یکی از بهترین ها می دانند. یاسمین یارمل هنرپیشه سینما و تئاتر از حکیم اطرافی به مثابه شخص مهربان و با عاطفه خاطره هایی دارد که مانند پدر با جوانان برخورد می کرد. خانم یارمل می گوید هرچند مشکلات اقتصادی و شخصی فراوانی داشت ولی در ظاهر خندان بود. خودش آرام صحبت می کرد ولی مخاطب را غرق خنده می نمود. حکیم اطرافی این هنرمند موفق چندین مدال افتخار، یک بار نام هنرمند شایسته و یک بار هم لقب هنرمند مردمی را از سوی مراکز فرهنگی داخل و خارج از افغانستان به دست آورده است. محترم احمد غوث زلمی، گرداننده و ژورنالیست معروف و موفق رادیو و تلویزیون افغانستان در صحبت با رادیو آشنا یادهای آقای اطرافی را به خاطر آورده مسئولین دولتی و دست اندرکاران رسانه ها را مسئول دانست تا از افغانستان فرهنگ مردپرستی زدوده شود. جناب زلمی اظهار داشت در افغانستان متاسفانه تا وقتی که هنرمندان زنده هستند نه مقامات دولتی و نه مردم از آنان یادی می کنند و نه هم مورد توجه آنها قرار می گیرند. باید فرهنگ مردپرستی را از افغانستان بزداییم، از مریضیشان، از مشکلات اقتصادیشان خبرگیری کنیم که در کدام حالت قرار دارند، چی مشکل دارند و برایشان کمک هایی به موقع و مؤثر بکنیم و تا وقتی که زنده هستند به خدمتشان باشیم. محترم احمد غوث زلمی و محترم مرتضی بایقرا ممثل معروف تئاتر افغانستان دو تن از همکاران نزدیک عبدالحکیم اطرافی فقید گفتند که وی برخلاف نقش های کمدیش در روی صحنه یک انسان خاموش، متواضع و بی‌غرض بود که همواره یک لبخند ملیحی بر لبان خود داشت و هر دو تأکید کردند که برای ادامه راه هنر تمثیل در افغانستان می باید در بخش بهبود اقتصاد هنرمندان توجه جدی به خرج داده شود تا باشد که نسل جوان پیرو مکتب اطرافی ها، بیست ها، صادق ها و مشعل ها گردند. مرتضی بایقرا آقای اطرافی را یکی از ثروت‌های ارزشمند تئاتر افغانستان خواند و گفت که جایش برای همیش در میان هنرمندان افغانستان خالی خواهد بود. مرتضی بایقرا از زبان مرحوم حکیم اطرافی حکایت کرد که در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود مدت سخت مریض بودم و نزد نوین وزیر اطلاعات و کلتور وقت رفتم و در قسمت تداوی خود تقاضای کمک کردم اما او اعتنایی نکرد. پرسیدم اگر من مردم شما چی میکنید؟ وزیر در جوابم گفت لوحه سنگ قبرت را از سنگ مرمر خواهیم نوشت. من گفتم از سنگ مرمر صرف نظر کنید و همین حالا امر و هدایت بدهید که مرا تداوی کنند. تا زنده ایم لطف خود از ما مکن دریغ، بعد از وفات کس به کس احسان نمی کند. حکیم اطرافی در مصاحبه با محترم ذبیح الله امانیار گفته بود تا سال 1375 خورشیدی در منطقه شجرک شهر کابل زندگی می کردیم. در زمان جنگ های تنظیمی مانند سایر هموطنان ما خانه مورد اصابت راکت کور قرار گرفت و آن کلبه غریبانه هم که با تکالیف زیاد مالک آن شده بودم طعمه حریق گردید و همه هستی و دار و ندار زندگیم در زیر شعله های آتش نابود گردید و هرچی داشتم از بین رفت، ولی خوشبختانه که تلفات جانی نداشتیم. من با خانواده‌ام صرف با همان لباس‌هایی که بر تن داشتیم در خیرخانه کابل به منزل یکی از دوستان نزدیکم زندگی را با مشکلات تازه آغاز نمودیم. اما با آن هم در فکر ترک وطن نبودم. مگر زمانی که حکومت طالبان در کشور حکم فرما گردید دیگر همه دروازه ها برای مسدود گشت و به ناچار به مهاجرت رو آوردم.
و با فامیل ترک وطن نموده و با نهایت مشکلات خود را مانند هزاران هموطن دیگر ما به شهر پشاور رسانیده و در آنجا زندگی رقتباری را سپری کردیم. تا اینکه روزی در بازاری به نام برد با یکی از دوستانم مواجه گردیدم و او پس از آنکه تمام مشکلاتم را شنید مرا با خود به یکی از دفاتر ملل متحد برد. در آنجا برایم یک خانم محترم هموطن ما که در آن اداره وظیفه اجرا می کرد معرفی داشت. برای خانمی که خیلی مهربان بود و مورد شفقت قرار داد گفتم مرا از وطنم راندن و بی حد بیچاره شده ام. خانم گرامی بعد از چند پرسش مرا مرخص نمود. چند روز بعد مکتوبی از طریق آن اداره به آدرسم مواصلت کرد که در آن تحریر گردیده بود کشور نیوزلند به شما پناهندگی داده و همان بود که من با خانمم، پسرم و دو دخترم در سال 2002 میلادی به آن کشور مهاجر گردیدیم. حکیم اطرافی با آن که زندگی انسانی و آرام داشت ولی تمام آن کشور زیبا را به همان کلبه ویرانه اش برابر نمی کرد و در حسرت دیدار یار و دیار خیش روزگار را می گذراند و دائما در حق آن جفا جوانانی که او را از وطنش آواره ساخته بودند دعای بد می نمود. حکیم اطرافی که با دختر کاکایش حلیمه سپاهی ازدواج کرده بود ثمره آن دو پسر و دو دختر است. یکی از پسرانش قبلا در افغانستان وفات نموده بود و دو دختر و یک پسرش به نام مسعود اطرافی ژورنالیست ورزیده وطن همراه با مادرشان در گرایست چرچ نیوزلند زندگی می کنند. حکیم اطرافی، کمدین مشهور و هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان، روز شنبه 29 حوت سال 1394 خورشیدی مطابق به 19 مارچ سال 2015 میلادی به عمر 80 سالگی در شهر گرایست چرچ کشور نیوزلند دایی اجل را لبه گفت و چشم از جهان بست. روانشان شاد، یادشان گرامی و فردوس بر این جایگاهشان باد. قندی گل جان، خیلی تو کلی من مزاق نمی کردی ها؟ راستی می گفتی؟ آره چی مزاق کردیم؟ نگفتیم که در کوچه ما کوچه آمدن یک دخانه پایین تر؟ ما کده دروغ گفته بودم؟ نگفتم که خوار خان نیم است؟ آه مره می گفتی سه زن داری زن چارمون بگی خیلی می کرد. مذاق میکنه. آره خاله جان خوب شوهر مذاقی داره. ناف بلند گذاری میکنه شما. آله آقای تو بابوی تا خبر کردی یا سر به خود آمدی؟ باش میکنم کاکا جان شما چی میگیست؟ ما هیچ کار بدون اجازه از اونا نمیکنم. آره نه ما را گفته آمده دیدن ما آمده از برای. ای آره طرف صدا کنم میگیرم میشه. چی بلا خودتر؟ من بشت کنم. شفا میشم کتش مذاب نکن سر چشمایی باشق شده حالا جنینا چی میگه نکن قندیگل مرد که سر چشمای تو عاشق شد تو چشمکای دیر خاک شما مردکه میشه بخیر میگیرمه ها میخرم انگوشتر رو میخرم چنه نی اومدکه تو داری چی بنا آزیان میگی خانه خانه دیگه میخرم برای شماش دیگه خانه جای مرد دیگه میخرم خواب مطلب کرد اینا شما میدونی شما قربان جان باش یک پیاله چای بخور اینا قربان جان ای الله